سلام، حتما منتظر هستیم که از بدبختی های نظام بگم. نه نمیگم، از پیروزیاش میگم. کدوم پیروزی بابا؟ نمی کنین اصلا، چه بدبختی چه پیروزی. یک راست میریم سر چهارراه استراتژی. پیش کی؟ پیش یک تا استراتژیست نظام، تکخال نظام، پشتیبان مقام عظما، اونی که 150 کیلو بدون دوپینگ دو زد میزنه، اونی که کورنری که خودش زده رو با هد میزنه تو تور دروازه، اونی که 18 چرخ با بار میلیگرد و تو تاریکی دندقب سربالایی توی هراس میبره 30 کیلومتر بالا، تک خال و تک استراتژیست نظام آقای دکتر بزن بهادر، طبیب متخصص، همه فن حریف، دانشمند، شاعر، ادیب، نویسنده، هیچ کاری نیست که بگیر و ایشون توش تخصص نداشته باشه و از همه سر نباشه. آقای دکتر بزن بهادر، آقای دکتر بزن بهادر، قبل از این که منو روشنم کنین، به دلیل کمبود وقت اجازه بدین صاف بریم سر سوالات. سب کن بیرم، تاره داشتی چج و کله میمدی، حالا بریم صاف سر سوالات. تو داشتی خوب شروع میکردی، کمترم داشت خوشم میمد، اما آخرش یه خورده منحرف شدی. چیچی قبل از اینکه بخوای روشن کنی فلان کارو بکنم؟ زمان روشن کردن رو من تعیین میکنم. همین که میخوام بهت بگم روشن شد یا یه جور دیگه برات روشن کنم؟ همین یا نه؟ یه سوال میکنم، فرق تو با لامپ چیه؟ آی دکتر خیلی واضح است، لامپو باید کلیدش بزنی تا روشن بشه، ولی شما همیشه منو روشن نگه میدارید. احسان باریکلا خوشم. این نظرم به خاطر این که همیشه روشن بمونی و روشن با داشته باشی. اما از کنم به خدمت داد که میبینم که به خاطر همین جواب هاست که تو یه فرق بارزی با فرقون داری. فرقون گل میبره، تو دل میبری. این حرفایی که میزنی همچنین دل آدمو میگیری، میبری این طرف اون طرف که آدم نمیتونه کجا بگرده. میدونی قشنگترین و عزیزترین چیزای دنیا همیشه تکن. خورشید یکیه، ما هم یکیه، زمین هم یکیه، اما در مورد شخص تو هم باید من اینو اذعان بکنم که تو هم واقعا این مهمونی که دعوت میکنی برای برنامه تک و تک خاله. به خاطر همین میخوام که برات آرزوی موفقیت بکنم که همیشه این مهمون رو بتونی همینجوری بشناسی و یه قطره ای از این دریای علم و حلم رو بتونی شاید بگیری. برو سر سوالات ببینم چی کار کنی. یکی دیگه میذارم که هرکی توشه راحت باشه، روشنایی مثل چراغ قوه ای که هیچ وقت باتریش همون نمیشه. سوال اول شروع کن ببینم چه کار میکنی. آیه دکتر بزن بهادر، آقای این نماینده میم گفتن که حزب الله الان در حال حاضر همه دنیا رو در نوردیده و همه جا رو گرفته. ما هم الان تصمیم گرفتیم که بریم توی آلمان، فرانسه، کانادا، حتی آمریکا حزب الله رو تشکیل میدیم. آیا شما در این رابطه راهنمایی کمکی نمیخواید به ما بکنید؟ ما الان داریم میریم که تشکیل بدیم اینو. آخه این پرت، تو فکر کردی که مثلا اگه همینجوری یه نامه بنویسی بگی این من برمیگردم میگم اسمت علی عسکریه که نماینده مجلس هم هستی که بعد مثلا بری این برابر پوز بدی؟ نه خیر، تو همون این ببون تو خماری. این چی که با هم بنازی این آرم دزدای دریایی میشه که معنیش اینه که کله پاچه خوردن تو دریا ممنوع. حالا چه خواسته حزب الله را بندازی این طرف اون دارم، فقط مونده بود که تو یکی بری تو فرانسه حزب الله را بندازی. حکایتت همون حکایتیه که خود مرحوم عبوی شخصا برای من همیشه تعریف میکردن. مرحوم عبوی میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که یک آدم شوتی بود که کلا با عقل و شعور تو جنگ بدون آتش بس بود. این همین این طرف تصمیم گرفته بود که اسم بچه‌هاشو به وصیت باباش همشون اینجوری بذاره که آخرش الله داشته باشه. اولی رو گذاشت هیبت الله، دومی رو گذاشت قدرت الله، به سومی که رسید خدا بهش دختر داد. مونده بود چیکار بکنه، اسمشو گذاشت سیندرولا. حالا اینم که بخواد بره تو فرانسه حزب الله را بندازه آخرش سیندرولا در میاد.